سلام و درود، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال رد باز. میدونم حال روحی هیچ ایرانی مطمئنا تو این شرایط خوب نیست، اما خب امیدوارم حال جسمتون خوب باشه، هم خودتون هم عزیزانتون، و سالم و سلامت باشید عزیزان دل. خیلی 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 زیاد دلم براتون تنگ شده تو این مدت. با بعضیاتون زیاد صحبت کردم از طریق دایرکت اینستاگرام، ولی خب به صورت کلی تنها ارتباطی که تو این سه ماه اخیر داشتیم از طریق استوری های اینستاگرام بوده و خیلی وقته که اینطوری جلوی دوربین رو درو نشستم باهاتون صحبت کنم. جونم براتون بگه که اینکه چرا سه ماه اخیر رو نبودم که خب واضحه و بارها تو اینستاگرام راجع بهش صحبت کردیم، اما خب فکر می‌کنم اینجا بگم بهتر باشه و مفیدتر باشه، چون خیلیاتون اینستاگرام ندارید یا منو فالو نمی‌کنید. اولین و مهم‌ترین دلیلش خب قطعا این بود که واقعا تو شرایطی که یه حکومت بی‌شرف خونخوار پس فطرت کودک‌کش از خدا بی‌خبر وحشی داره ملت رو بدترین شکل ممکن می‌کشه و شکنجه میده، اینکه بشینم جلو دوربین و با حال خوب براتون بازی کنم و ترجمه کنم و وقت بذارم چند ساعت با حال خوب همون ویدیو رو ادیت کنم واقعا امکان پذیر نبوده و نیست. همون وقت و همون انرژی رو به جاش گذاشتم روی فعالیت و اطلاع رسانی در اینستاگرام. دلیل بعد این که تو این شرایط نیاز بوده هست که شما حواستون رو بدید به چیزهای خیلی مهمتر که تاثیر مستقیم داره روی زندگی و آینده‌تون. بازی و یوتیوب و فیلم و سریال و کلا سرگرمی یه جور فراره. یکی از دلایلی که ما میریم سراغ بازی و فیلم و سریال و انیمه و کتاب‌های داستانی و این حرفا اینه که برای مدت کوتاهی ما از زندگی خودمون، از دغدغه‌هامون و مشغله‌های فکریمون فرار کنیم، فاصله بگیریم، وارد دنیایی بشیم، یه دنیای دیگه‌ای بشیم، یه مدت اونجا سپری کنیم و از زندگی خودمون و دغدغه‌های فکریمون دور باشیم، یه مدت ذهنمون از زیر فشار زندگی بیاد بیرون استراحت کنه. توی شرایط فعلی ایران این فرار از دغدغه‌ها خیلی جایز نیست، تا یه حد کمی نیازه و قطعا لازمه برای درست فکر کردن و سلامت روانتون، اما الان بیشتر از هر زمان دیگه‌ای باید از سرگرم شدن دوری کنید. باید وقایعی که هر روز در کشورتون در حال رخ دادن رو ببینید، بشنوید و عمیقا درباره‌اش فکر کنید و تصمیم بگیرید، چون مهمه، چون پای آینده‌تون در میونه. این شرایط داره مسیر زندگیتون رو تعیین میکنه، پس باید هوش و حواستون رو بسپارید بهش، تصمیم بگیرید، جهت و سمت و جبهه انتخاب کنید. بازم میگم چون این شرایط هم به میزان خیلی کم و حداقل سرگرمی و استراحت دادن به ذهنتون لازمه، برای مدت کوتاهی فرار کردن از این شرایط شدیداً دردناک لازمه و به سلامت عقلتون و درست فکر کردنتون کمک میکنه. من خودم مدام اینجا یا تظاهرات بودم یا متن میشم استوری میکردم یا اخبار میخونم و جدی دارم دیوونه میشم از حجم خشونت و وحشی بازی که توی مدت دیدم و تجربه کردم. بازی گاد اوف رگناروک که اومد 5 روز فاصله گرفتم از این قضایا، استوری ها و دنبال کردن اخبار رو به حداقل رسوندم و نشستم پای بازی. 5 روز فرار کردم از این دنیای مزخرف، غرق بازی شدم، بازی رو پلات کردم، مغزم یه استراحت کامل دادم، بعد برگشتم پای اطلاع رسانی. شما هم قطعا به همچین استراحتی نیاز دارید. به همون اندازه نیاز خودتون رو سرگرم کنید، اما بیشترش مضره. و من خب تو این شرایط تصمیم گرفتم محتوای سرگرم کننده تولید نکنم، چون از لحاظ روحی توانش رو نداشتم و هم ترجیح دادم تو این شرایطی که بهتره با چشمانی باز و هوشیار وقایع اطرافتون رو مشاهده کنید تبدیل نشم به یک عامل سرگرمی و حواس پرتی. دلیل بعدی هم جلوگیری از عادی سازی هست عزیزان دل. عادی سازی رو میشه بهش از جهات مختلف نگاه کرد. دیدگاه من نسبت به عادی سازی این بود که شرایط عادی که از دنیای من و مخاطب من تا یک روز قبل از بستری شدن مخز امنی نشأت می گرفت این بود که رد باز هر روز یک قسمت یا بعضی روزا دو قسمت از یک بازی رو آپلود کنم. اگه من کماکان بخوام این روند رو ادامه بدم، یعنی دارم به خودآگاه و ناخودآگاه مخاطبم میگم همه چیز عادیه، طبیعیه، هیچ چیز تغییر نکرده، شرایط عوض نشده، همه چیز مثل قبله، من خوبم، شما خوبید، وضعیت مثل قبله، اما یه چیز تغییر نکرده، قطعا تغییر کرده. آیا من خوبم، شما خوبید؟ قطعا اگه وجدانمون عمیقا خواب نباشه نیستیم. آیا شرایط مثل قبل؟ خیر نیست. پس با این همه تغییر اساسی آیا من کم با کم باید مثل قبل رفتار کنم و وانمود کنم که شرایط عادیه؟ نه. وقتی فقط نزدیک به 60 کودک و نوجوان رو میکشن، بیگناه زندانی و شکنجه و اعدام میکنن، تجاوز میکنن، به اسم الله مسلمان میکشن و به نام خدا بنده خدا رو میکشن، قطعا شرایط عادی نیست و من وظیفه‌ام به عنوان یک انسان، به عنوان یک ایرانی، به عادی نبودن این شرایط اشاره کنم. وظیفه‌ام از این همه بی‌عدالتی و بی‌شرفی گله کنم و باهاش بجنگم در حد توان خودم. و این دلایلی که گفتم و این تصمیم مبنی بر به اصطلاح اعتصاب من فقط و فقط مختص به خود من بوده. من از روز اول گفتم اجبار اشتباهه. دیگران رو مجبور به اعتصاب نکنید. یوتیوبرها رو مجبور به اعتراض و توقف فعالیت نکنید. گفتم این کار درست نیست. اجبار کار جمهوری اسلامیه. ما داریم برای آزادی می‌جنگیم و اینکه در کنار جنگ برای آزادی خودمون
ما بیایم آزادی دیگران رو بگیریم یه خورده خنده‌دار زشته. بله صلاح در این بود که یوتیوبرها و استریمرها اعتصاب کنن، اما خب یه سری‌ها نکردن. اگه مخالف این کارشون بودید اونا رو آنفالو یا آنسابسکرایب کنید، بندازیدشون دور. واحد پول رایج در فضای محتوا سازی توجه مخاطبه، اون توجهتون رو از اونا بگیرید اگه از عملکردشون ناراضی هستید، نه اینکه مجبورشون کنید تغییر مسیر بدن. حتی به اون ویدیویی که آرمیشا 3 ماه پیش بعد از قتل مهسا امینی گذاشتم اعتراض کردم سر همین موضوع، که اگه اینستاگرام رو دنبال میکردید قطعا در جریانش هستید. اما این وسط من از یه گروه خیلی جدی و شاید با لحن بدی خواستم توی رفتارشون تجدید نظر کنم. یه سری دلقک ما داریم توی فضای یوتیوب فارسی دوستان، که اینا با ادعای اینکه هدفشون از فعالیت تو این شرایط فقط و فقط خوب کردن حال مردمه، توی بدترین روزهای 3 ماه اخیر داشتن خیلی خونسرد به فعالیتشون ادامه میدادن، فعالیت میکردن و مدعی بودن که حتی دارن ضرر میدن به خاطر ویو کم، ولی فقط به خاطر شادی دل مخاطب دارن کم و کم فعالیت میکنن. من از سری گذاشتم به این افراد گفتم دست از دلقک بازی بردارید عزیزان، لطفا دوستان خواهشن، پشت احساسات مخاطب قایم نشید. اگه دلیل موجهی برای فعال بودن تو این شرایط دارید همونو با مخاطب در میون بذارید. مطمئنم اگه منطقی باشه مخاطب درک میکنه. نهید بگید ما فقط برای شادی دل شما تو این شرایط فعالیت میکنیم، که مخاطب کم سن و سالی که به شما اعتماد داره او رو گول بزنید. اصلا جدا از دروغ گفتن، کی گفته تو این شرایط حال ملت رو ویدیو یوتیوب شما قرار خوب کنه؟ این قضیه مثل اینه که شما دستت پاره شده، داره خونریزی میکنه، کلی میسوزه، کلی درد داره، بعد یه بنده خدایی میاد دو تا آمپول آرام بخش به شما میزنه، میگه داداش من اومدم حالتو خوب کنم. بله اون آرام بخش چند ساعت درد شما رو میخوابونه، ولی آیا دستتو درمان میکنه؟ آیا بخیه میشه برات؟ آیا خونریزی رو برمیاره؟ آیا پایین سامان زود عفونی میکنه زخمو؟ خیر، ملت رو دارن کف خیابون به گوله میبندن، بعد تو با ویدیو یوتیوب میخوای حالشون خوب کنی، دردشون رو ببری؟ خنده‌دار نیست این حرفا. ویدیو یوتیوب فراره، استراحت موقت. همین، رو راست باشید با مخاطب. یه سری دوستان نقش بازی میکنن و این نقش بازی کردنه خیلی کار لجنی بود تو این شرایط به نظر من، و استری گذاشتم توی بهشون گفتم این دلقک بازیاتون رو لطفا بذارید کنار. یه سری گوش دادن توی رفتارشون تجدید نظر کردن، یه سری گوش ندادن و کار خودشونو کردن. حق خودم و شاید وظیفه خودم رو در این حد دیدم که همچین درخواستی بکنم، که خدا رو شکر روی یکی دو نفر هم تأثیر گذاشت. اونایی هم که گوش نکردن هم دیگه تصمیم خودشون و مسیر خودشون بوده، دیگه از دست من خارج بود. خلاصه این از موزه من نسبت به فعالیت یوتیوبرها من جمله خودم در 3 ماه اخیر. اما برسیم به بحث اصلی این ویدیو. آروین شوی عزیز چند روز پیش یه ویدیو گذاشت و خب این دفعه صحبتش خیلی منطقی تر بود و دقیقا همون ایرادتی که من به ویدیو 3 ماه پیشش گرفته بودم رو تصحیح کرده بود، که این خیلی خوبه و صحبتش منطقی تر بود. قضیه که مطرح کرده بود و از همه جوانب سعی کرده بود بررسی کنه و دیدگاه همه رو در نظر بگیره و اینا عالی بود. اما یه صحبتی مطرح شد توی ویدیو که برای من شخصا قابل هضم نیست، اینکه یوتیوبرای ایران تهدید شدن که باید دوباره فعالیتشون رو شروع کنن و از این طریق عادی سازی کنن. راستش بی تعارف این برای من قابل باور نیست. منظورم به هیچ وجه این نیست که کسی میاد داره دروغ میگه، بلکه میگم طبق شواهد و مداری که ناچیزی که ارائه شده و ضد و نقیص هایی که توی این سناریو دارم میبینم باور این قضیه برام ممکن نیست. چرا؟ ببینید عزیزان دل، میدونم خیلیاتون در جریان نیستید، ولی ما استریمر داریم که بازداشت شده، ادیتور داریم که بازداشت شده، یوتیوبر داریم که بازداشت شده یا احضار شده و براش برنده سازی کردن، کلی محتوا ساز داریم که تعهد دادن. خب در اینکه محتوا سازان داخل ایران شدیداً تحت فشارن هیچ شکی نیست، اما اینکه تهدید بشن به ادامه فعالیت، بیاد بررسی کنیم موضوع رو. من از 6 تا یوتیوبر داخل ایران که قبل این 3 ماه میانگین بازدید بین 50 تا 100 هزار داشتن راجع به این تهدیدات پرسیدم و گفتن نه خودشون به این شکل تهدید شدن و نه هیچکدوم از رفقای یوتیوبرشون. از یوتیوبر کوچیک‌تر پرسیدم این همینو گفتن. پس فرض رو بر این میذاریم که یوتیوبری که تهدید شدن تعدادشون کم بوده، درست؟ اما خب معیار انتخاب این یوتیوبرها چی بوده؟ تنها جواب منطقی میتونه این باشه که یوتیوبری که شاید الگوی کامیونیتی یوتیوب فارسی بودن رو دستچین کردن و احضار کردن که از طریق اونا بتونه یه جریانی رو راه بندازن. اما خب ما داخل ایران هیچ یوتیوبر الگویی نداریم، یعنی یوتیوبری که برای باقی یوتیوبرها الگو باشه رو نداریم. همه یوتیوبرای الگوی ما خارج از کشور. خب حتی اونایی که داخل کشورن و میشه گفت از این سری جهات شاید الگو باشن رو احضار نکردن تا جایی که من میدونم. پس کی احضار شده؟ کی تهدید شده؟ نتیجه‌ای که میشه گرفت اینه که تعداد یوتیوبرهای تهدید شده خیلی کم بوده، تعداد معدود و انگشت شماری بودن، و به خاطر همین من، دوستان من و دوستان دوستان من و دوستان 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 من و دوستان آنها هیچ
چیزی راجع به تهدید این افراد نشنیدیم. این یعنی تعداد این دوستان در بهترین شرایط کمتر از انگشتان دو دست بوده. بیاید بگیم 10 نفر بودن. 10 نفر از دوستان یوتیوبر تهدید شدن که باید فعالیت کنند تا عادی سازی شکل بگیره. از عدم توانایی در تأثیر گذاری و موج سازی این تعداد یوتیوبر گمنام که بگذریم، قاعدتا این تهدید و این استراتژی باید در خفا شکل بگیره دیگه، درسته؟ وگرنه نه تنها اون تأثیر گذاری که رژیم میخواد رو نداره، بلکه تأثیر برعکس هم میتونه داشته باشه برای رژیم، درسته؟ یعنی اگه مثلا به من بگم پویا تو برو عادی سازی کن، و من میام داد بزنم، فریاد بزنم آی مردم اینا به من گفتن عادی سازی کن، قاعدتا این روند تأثیر برعکس عادی سازی رو میذاره روی ملت، درسته؟ بس عاقلانش اینه که اگه کسی تهدید میشه و مجبور میشه به یه کاری، در کنارش اجبار به سکوت و رازداری هم باشه. اما این دوستان تهدید شده خیلی راحت اومدن موضوع روشن کف دست آروین. آروین هم اومده این قضیه رو علنی و عمومی بیان کرده و هیچ مشکلی هم قرار نیست برای این دوستان پیش بیاد. ببینید اگه تمام یوتیوبرهای داخل کشور به این شکل تهدید می‌شدن و بعد یکی مثل آروین میومد این قضیه رو علنی و عمومی می‌کرد، میگفتیم قطعاً نمیان این همه آدم رو مجازات کنن برای یه خبر درس شده. اما وقتی تعداد این یوتیوبرها خیلی کم بوده و قطعاً این که خبر از کجا درس پیدا کرده قابل شناسایی هست، آیا بازم قرار نیست با علنی شدن این موضوع براشون مشکلی پیش بیاد؟ قطعاً با شناختی که از حکومت داریم میدونیم که این ماجرا برای اون یوتیوبرها دردسر میشه. خود اون یوتیوبرها هم 100% از من و شما بیشتر این ماجرا رو میدونن. پس اینجا دو تا سوال پیش میاد. یک، چرا یوتیوبرها این ریسک رو پذیرفتن و این قضیه رو به گوش آروین رسوندن و بهش اجازه دادن که این موضوع رو عمومی کنه؟ دو، چرا حکومت با تعهد گرفتن تهدید به مجازات یا اجبار به سکوت سعی نکرده جلوی عمومی شدن این موضوع رو بگیره؟ درسته مش پیر خرفت مغز پوسیده اتاق فکر اینا رو تشکیل میده، ولی در این حد هم به نظر من احمقانه رفتار نمیکنه. سوراخ بعدی و مهمترین سوراخ که تو این سناریو من میبینم اینه که این تهدید قاعدتا یه چیز شبیه تهدید کسبه و بازاریه که اعتصاب کردن بوده دیگه. پس واقعا اگر این وسط وجود داشته باشه، مثلا اگر مغازتون رو باز نکنی اونو پلم میکنه، این اگر برای این چند تا یوتیوبر چی بوده؟ با چی تهدیدشون کرد؟ اهرم تهدید چی بوده؟ مثلا یوتیوبرها میگفتن نه، مجازاتشون چی بوده؟ چه اتفاقی میافتاده براشون؟ ها کانالشون رو میبستن؟ الان مثلا وزیر ارشاد از اهالی موسیقی خواسته که فعالیتش رو دوباره شروع کنه. تهدیدی در کار نبوده، صرفا تشویق و درخواست بوده برای کمک به عادی سازی شرایط. من جدی درک نمی‌کنم، اگه اهرم تهدیدی در کار نبوده پس گفتم به نفعتونه که فعالیتتون رو شروع کنی، یه همچین چیزی گفتن. خب اون وقت مثلا یوتیوبرم گفته داداش من اینترنت ندارم، طرف که تهدیدش کرده براش اینترنت پرسرعت می‌خریده، میگفته وی پی ان ندارم، وی پی ان خوب ندارم واسه آپلود، طرف براش اکانت وی پی ان می‌خریده، یا میگفته مثلا سیستمم خرابه نمیتونم آپلود کنم، مهندس کامپیوتر میفرستاد خونه سیستمشو چک کنه قطعات لازمو براش بخره نصب کنه، یوتیوبرم گفته من افسردگی گرفتم توی مدت نمیتونم فعالیت کنم، براش تراپیست مجانی فراهم میکردن. جدی واقعا درک نمیکنم این سناریو. تهدید به چه شکلی انجام شده؟ اگه اهرم تهدیدی بوده اون اهرم چی بوده؟ اگه نبوده پس اون یوتیوبر خیلی راحت میتونست تهدید رو خونسا کنه. اگه این تهدید اهرمی نداشته، تو لفافه بوده و در قالب یک پیشنهاد بوده، اما اونقدر جدی و ترسناک بوده که اون یوتیوبر نمیتونسته بگه نه، پس چطور اون یوتیوبر از علنی کردن این تهدید ترسی نداشته و قضیه رو صاف گذاشته کف دست آروین؟ بازم میگم نه کسی رو به دروغگویی متهم میکنم، نه قصد بی‌احترامی به کسی دارم، صرفا دارم میگم طبق شواهد و مدارکی که ارائه شده، یا بهتر بگیم ارائه نشده، این قضیه با عقل و منطق من به دلایلی که گفتم جور در نمیاد. شاید من اشتباه کنم، شاید واقعا من اشتباه کنم، ولی ممنون میشم اگه توضیح بیشتر و کاملتری در رابطه با این موضوع ارائه بشه. در ادامه این صحبت ها یه موضوع خیلی مهمی هست که دوستان راجع بهش صحبت کنم، میشه گفت به عنوان جمع‌بندی تمام صحبت هایی که تا الان توی این ویدیو کردم. طی این سه ماه گذشته 4 تا از دوستان عزیز یوتیوبر اومدن پیش من برای ادامه فعالیت با من مشورت کردن، گفتم پول لازم، مشکل مالی دارن، یه مدت اعتصاب کردم و بیشتر از این دیگه نمیتونن، چیکار کنن؟ من طبق فهم و درک و شعور خودم در حد توانایی خودم بهشون رو نشون دادم، گفتم برید با مخاطبتون روک و راست صحبت کنید، اگه راضی بودن ویدیو بذارید، اما فقط به اندازه که نیاز مالی شما رو برطرف کنه. در کنارش برای جلوگیری از عادی سازی اول آخر و حتی وسط ویدیو از شرایط صحبت کنید و حتی عکس کشته شده جنبش رو بذارید. این دوستانم قبول کردن، گفتن خودشون هم یه همچین برنامه، یه همچین ایده‌ای داشتن و نظرات مشترکه و این حرکت رو میزنن، قطعا عملیش میکنن.
از این 4 تا دوست عزیز دل 3 نفرشون فقط 2 هفته این ماجرا عملی کردن و بعدش ویدیوهاشون شد دیلی و کلا صحبت از شرایط رو عین ویدیو اول آخر ویدیو رو به خیال شدن. موند یه نفر، اون دوستمون هم داره دیلی میذاره با این تفاوت که اول ویدیو از شرایط میگه، اما از شرایط صحبت کردنش بعد از چند هفته کلا تغییر کرده. الان اینطوریه که اول ویدیو میگه سلام بچه‌ها، شرایط بعدی امیدوارم شرایط خوب بشه، خب دیگه بریم سراغ ادامه بازی. در همین حد. و خب صادقانه بگم این ریاکاری بعضی از دوستان یه خورده عذاب دهنده است. اگه ادعایی میکنید، ببینید مشکل این ادعا کردن است. خب اگه ادعا میکنید نیاز مالی دارید و مجبورید به خاطر نیاز مالی ویدیو بذارید، خب اندازه نیازتون ویدیو بذارید. اگه ادعا میکنید نمیخواید عادی سازی کنید، خب تمام تلاشتون رو بکنید که این اتفاق رخ نده. این نکته رو گفتم که به این صحبت برسم، به ریشه اینو ریاکاری ها. مولانا توی دفتر پنجم مثنوی معنوی یه داستان جالب میگه. یه روز رهگذری داشت رد میشده، صدا گریه و روزخونی آه و ناله میشنوه. بودو بودو میره سمت صدا، میونه یه مردی سگشو بغل کرده سفت چسبیده داره زار زار گریه میکنه. آی آی، نگران میپرسه چی شده تو، چرا گریه میکنی، چی شده؟ مردی میگه سگم داره میمیره، تمام دار و ندارم، همه کس منه. رهگذر دلش میسوزه میگه آخه طفلی چرا داره میمیره؟ مرد میگه گرسنه است، از گرسنگی داره میمیره. رهگذر حسابی دلش میسوزه، چشش یهو میفته به یه کیسه پر کنار مرد و ازش میپرسه تو کیسه چی داری؟ حالا مشتی داستان چی؟ حالا مثلا بفروش پولی جفت و جور کن غذا بخر واسه سگ. مرد میگه داشت تو کیسه نون دارم، نون. رهگذر کورکوپرش میشه تعجب میکنه که آخه بی شرف بی وجدان نامرد، تو که نون داری چرا به سگت نمیده که از گرسنگی نمیره، تلف نشه اینطوری. من میگه آخه دیگه انقدر که این سگر دوست دارم که بخوام بهش نون بدم. نون خرج داره، درهم و دینار باید خرجش کنی، ولی اشک چشم مفته، رایگان، خرج و تاوانی نداره. حالا آزادی هم همینه، خرج داره، بها داره و بهاش توی ایران شاید از هر جای دنیا سنگین‌تر باشه. اگه میخواید بهاش رو بپردازید باید جونتون رو بذارین کف دستتون. تازه اون وقت تنها شما بها نمیدی، هر کسی که شما براش عزیزین هم بها میده. من که خارج از کشورم، هموطن داخل ایران، حتی اونی که خودش این بها رو داره میپردازه یا پرداخته نمیتونه و نباید از کسی دیگه توقع داشته باشه، طلب داشته باشه که این بها رو بپردازه. اون رهگذر میتونه خودش بره غذا بخره و بده به اون سگ و اون سگ رو سیر کنه، اما نمیتونه، حق نداره که به زور دست کنه توی کیسه مرد که مرد رو مجبور کنه که اون سگ رو سیر کنه. این هر گونه تا این 3 ماه خشم ما و فشار روانی که روی ما بوده و هست مدام باعث شده که ما دیگران رو مجبور کنیم که بهایی رو بپردازن که شاید خودشون موافق پرداختنش نبودن. خود من هم تحت فشار شرایط خودآگاه یا ناخودآگاه این کار رو کردم. این اجبارها ناشی از بزرگ شدن و رشد کردن خودمون و پدر مادرهامون زیر سایه حکومت ظالم جمهوری اسلامیه و همین اجبار کردن هاست که باعث میشه یوتیوبر، استریمر، بلاگر، سلبریتی، فامیل، همسایه، دوست، آشنا همه نقش بازی کنن برای هم. همین فشار هاست که باعث میشه همه به ریا و دورویی رو بیارن تا حدی که حتی با خودشون هم رو راست نباشن، چون همه از هم طلبکارن، باید یه جور خاصی باشی و رفتار کنی و یا نه هزار تا برچسب میخوره روت، به قدری که خودت هم حالت از خودت به هم میخوره. و اگه اونجوری نباشی، جوری که اونا میخوان نباشی، جوری که بقیه میخوان نباشی، مجبورت میکنن که تغییر کنی و اگه تغییر نکنی اذیتت میکنن. من پیشنهاد میکنم دست از این مجبور کردن همدیگه برداریم عزیزم، بذاریم هر کسی خودش باشه. خب هر جور که هست باشه، جوری که میخواد رفتار کنه. اگه میخوایم دیگران توی مسیر پرداختن بهای آزادی با ما همراه باشن، باشون رو راست باشیم، ازشون درخواست کنیم، اطلاع رسانی کنیم، آگاه سازی کنیم، اما در نهایت بدونیم و درک کنیم که انتخاب نهایی با خود اون شخصه. لزوماً به انتخابش مجبور نیستیم احترام بذاریم، اما به حق داشتن این انتخاب باید احترام گذاشت. اجازه بدیم خودشون باشن. آزادی یعنی همین. نگیم فلانی تو این شرایط نباید ویدیو بذاری، فلانی تو این شرایط باید ویدیو بذاری، باید اعتراض کنی، باید اعتراض کنی. تشویق کنیم، اعتراض رسانی کنیم، آگاه سازی کنیم، اما اجبار رو کلا بذاریم کنار. این پیشنهاد من به خودمونه. اینطوری یوتیوبرها و کلا مردم کشور مجبور نمیشن برای خودشون و ما نقش بازی کنن تا کارشون را بیفته. بذاریم هر کسی درونیاتش رو راحت بذاره بیرون، باطنش رو راحت بهمون نشون بده. بذاریم هر کسی خودش باشه و اگه با اون خود واقعیش حال نکردیم، در نهایت مسیرمون رو ازش جدا کنیم، نه که مجبورش کنیم که اونجوری باشه که ما میخوایم. اینم از این عزیزان دل.
در برای این مسائل بهتره که خیلی بیشتر صحبت بشه و همه آزادانه نظرشون رو بدن و دور هم سعی کنیم روش کنیم و بهتر باشیم و بیشتر لایق این آزادی باشیم که داریم براش میجنگیم. جونم براتون بگی که فعلا صلاح نمیبینم ویدیوهای گیمی بذارم، شرایط روحی مناسب نیست، انرژیش رو هم ندارم. بی‌تعارف به نظر ویدیوهایی مثل این ویدیو شاید بتونه مفید واقع بشه تا حدی اینکه راجع به شرایط صحبت کنیم، شرایط رو از لحاظ فلسفی، روانشناسی و اجتماعی بررسی کنیم با هم. اگه از این سبک ویدیو دوست دارید، به نظرتون مفیده، میتونید استفاده کنید ازش، تو کامنت ها بگید که بیشتر بسازم ازش. اگرم نه که فعلا صبر کنید تا حال هممون بهتر بشه و سر فرصت مناسب بپردازیم به گیم و علاقه مشترکمون. عشق منید، مراقب خودتون باشید تو این روزا، مراقب همدیگه باشید، خودمون باشیم، بذاریم دیگران هم خودشون باشن عزیزان دل. و اینکه واقعا 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 امیدوارم شرایط ایران بهتر شه، خوب شه و امید بیشتر از اون امیدوارم ما لایق شرایط بهتری باشیم برای ایرانی و ایران. و اینکه به نظرم این تغییری که توی مردم توی این سه ماه شکل گرفته خیلی تغییر مثبتیه و یه قدم خیلی بزرگ، یا شاید قدم‌های کوچیک خیلی زیاد برداشتیم برای به دست آوردن لیاقت آزادی و آزاد بودن، و این خیلی خیلی خوبه، خیلی خوبه و امیدوارم همین شکلی همین روند ادامه پیدا کنه. درسته داریم بهای خیلی سنگینی میدیم، ولی رشد خیلی مفیدی داره تو این مسیر شکل میگیره، رشد جمعی شکل میگیره نه صرفا فردی. و این اتفاقات تلخ، این فشار، این کثافتی که شاهد بودیم تو این سه ماه درسته خیلی سنگین بوده، خیلی تلخ بوده، ولی خب باعث رشد هممون هم شده و یه رشد فشرده و خیلی سریع اتفاق افتاده برامون که امیدوارم مفید باشه و بتونیم ازش استفاده کنیم به بهترین شکل. عشق منیت، امیدوارم که حالا هممون خوب بشه. دمتون گرم، مرسی، متشکر عزیزان دل. و کامنت بذارید حتما نظرتون رو بگید، دلم واقعا براتون تنگ شده، کامنت ها رو همه رو میدونید میخونم مثل همیشه. و اینکه بوس به تک تکتون، واقعا مراقب خودتون باشین این روزا، مراقب خودتون، مراقب عزیزانتون باشید عزیزان دل. و همین همین، دوست دارم بمونم بیشتر باهاتون صحبت کنم ولی صحبت دیگه ای نمیاد تو ذهنم متاسفانه. مراقب خودتون باشید، عشق منید، مخلصم مخلصم، خداحافظ.